بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله بفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. گروهی از اهل تفسیر فکر می‌کردن که روح مادی است و جسم رقیق هوایی است به زمین ها. معذالک این اندربهم را بر قرب معنوی حمل کردن، گفتن منظور قرب مسافت نیست چون این صفت اجسام است و ذات اقدس اله منزه از وصف اجسام است. خب اگر خدا منزه از وصف اجسام است و روح یک جسم رقیقی است، قربی که برای روح است جز قرب مکانی و جسمی نخواهد بود. ذات اقدس اله منزه از جسمیت است، ولی روح اگر یک امر رقیق جسمی شد همه اوصاف و اعراض و عوارض و کمالاتش امور جسمانی خواهد بود، نظیر رنگ هایی که رو اوست، نظیر بوها و آثار دیگری که مال این ذرات ریز هست. اگر روح یه امر جسمانی است باید جای مشخص داشته باشه و هر وصفی که برای روح ثابت می شود باید جسمانی باشه. اگر ذات اقدس اله منزه از جسم است و یک موجودی قرب معنوی به او داشت، حتما اون موجود باید مجرد باشه که اوصاف معنوی بپذیرد. اگر اون موجود جسمانی بود و مادی، همه اوصاف او باید جسمانی باشه. ایمان باید یه امر مادی باشه، تقوا، معرفت الله، عدل و همچنین شهادت، این گونه از کمالات همه باید امور مادی باشه، حالا یا رقیق یا غیر رقیق، زیرا اینها اوصاف روحن. اگر روح یه امر مادی بود همه این اوصاف باید مادی باشن، یعنی انسان همان است که در تالار تشریح خلاصه می شود و ایمان یه سلولی از سلولهای گوهر او خواهد بود یا وصفی از اوصاف سلولهای مغز یا قلب او خواهد شد. این نگرش مادی تالیفاستهای فراوانی دارد. اگر ذات اقدس اله مجرد است و منزه از مکان است کما هو الحق، و اگر ارواح شهدا و مانند آن متصفن به قرب عند الله و لقاء حق، چون قرب الالله یه وصف مجرد است نمادی و این وصف برای ارواح ثابت است، پس ارواح حتما باید مجرد باشد. لذا در کتابهای عقلی از چند راه تجرد روح ثابت می شود. یکی راه اندیشه و علم است که علم مجرد است و هیچ حکمی از احکام ماده بر دانش و اندیشه بار نیست. وقتی علم مجرد شد و علم صفت روح شد، پس روح مجرد است. یکی هم از راه اوصاف عقل عملی مثل اراده، محبت، اخلاص، نیت، عاطفه، این گونه از امور که اینها اوصاف عقل عملی است و اندیشه و دانش از اوصاف عقل نظری است که هر دو از شؤون نفس به شمار می آیند. اگر ایمان، محبت، تقوا، عدالت، خلوص نیت
این گونه از امور مجرد است و اینها اوصاف نفسند، پس روح انسانی یقینا مجرد است. این تعبیری که در تبیان مرحوم شیخ طوسی آمده و مشابه همون تعبیر به مجموع بیان مرحوم حمیدالاسلام منتقل شد، هر دو ناسباب است. در اون عصر و روزگار گرچه اثبات تجرد روح خیلی روشن نبود، ولی بزرگان نظیر مرحوم شیخ مفید اینها به این مقام رسیدن که برای روح تجردی قائل شدند. بسیار خوب. اگر او مثل بدن وقتی قرار میگیرد، معناش نیست در حلول میکند، الان در بدن مادی قرار دارد بدون حلول. یه لطیفه مرحوم شیخ بهایی نقل میکند، میگوید صفدی میگوید بهترین تنظیری که رابطه روح و بدن را مشخص میکند، تشبیه است که از امیرالمؤمنین علیه السلام در این زمین رسیده است، که رابطه روح و بدن در امور تکوینی نظیر رابطه معنا به لفظ است در امور اعتباری. رابطه معنا به لفظ در امور اعتباری اینطور نیست که اون معنا در لفظ حلول کرده باشد یا با لفظ متحد شده باشد، بلکه معنادار بودن لفظ نشانه مستعمل بودن این کلمه است. معنا روح این لفظ است و این لفظ بدن اون معناست، اما نه معنا در این کلمه حلول کرده نه اون معنا با این کلمه متحد شده، بلکه تعلق دارد به این. تعلق غیر از حلول و اتحاد است. روح به بدن تعلق دارد، نه در بدن حلول کرده نه با بدن متحد شده. با بدن مثالی هم به شرح ایزن این طور نیست که حالا وقتی بدن مثالی داشت در او حلول کرده یا با او متحد شده. از اوصاف میتوان حکم موصوف را فهمید. اوصاف علمی و عملی که برای روح ثابت میشود مجرد است. البته روح کارهای مادی دارد که با ابزار بدن انجام میدهد. اگر یک سلسله کارهای مادی داشت، شاهد مادیت او نیست، چون اون را در مرحله نازل به وسیله بدن انجام میدهد. ولی اگر یک سلسله اوصاف علمی یا عملی داشت که اینها مجرد بودند، نشانه آن است که خود روح ذاتاً مجرد است. عند الله هست، چون الله به اون محیط است. این در حقیقت وصف الله هست، یعنی الله محیط به کل شی است. اما وقتی گفتیم که این شی به لقاء الله رفت، صفت این شی است. اگر گفتیم این شی به لقاء الله رسید، خب الله که مجرد محض است، این شی هم که روح انسان است مادی است. این مادی اگر ملاقات میکند لابد لقای مادی دارد دیگه، لقای مجرد که ندارد، چون اگر موصوف مادی شد وصفش هم یقینا مادی است. یه وقت است میگیم خدا میبیند، البته او چون مجرد است وصف مال خود اوست، دیدنش هم مجرد است. بصیر لا بجاره، سمیع لا بجاره. یه وقت است میگوییم روح به لقاء الله میرسد، که روح ملاقات میکند لقاء الله را. روح عند الله است، نه خدا عند کل شیء است. معکم اینما کنتم، اون معکم اینما کنتم اون صفت خداست، البته مجرد است. اما اگر گفتیم روح عند الله میشود، عند رب میشود، این صفت روح است. وقتی صفت روح شد، چون این صفت مجرد است، موصوفش حتما باید مجرد باشد. حلول ندارن، مثل در بدن فعلی هم حلول ندارن. روح در هر نشعه بدن دارد مناسب با اون عالم. در دنیا بدنی دارد مناسب با دنیا، در برزخ بدنی دارد مناسب با برزخ.
در قیامت کبرا بدنی دارد مناسب با اون عالم. در هیچ یک از این نشاط بی بدن نیست، اما در بدن حلول ندارد که انسان بخواهد جستجو کند و با تشریح بدن روح را پیدا کند. ندارد دیگه، بدن مکان دارد نه روح. الان ما که اینجا نشسته ایم در باره لا مکان و لا زمان بحث میکنیم و میاندیشیم. این روح است که مسئله لا مکان را، لا زمان را، چیزی را که منزه از مکان است، چیزی را که منزه از زمان و مکان است درک میکند. نه، روح که در بدن نیست که انسان وقتی این روح تو تشریح ببرد روح را پیدا کند. که روح به این بدن تعلق تدبیری دارد، در مقام فعل این بدن رو اداره میکند. اگر تعلقش به جای دیگر قوی شد این ارتباط شقاط میکند، بدن میمیرد. این تو نیست که روح تو بدن باشد. که به همین دلیل روح میتونه مجرد باشه، برای اینکه اون نفخ که نفخ ماده نیست، اون طوری که در منفخ یک حداد میدمد، که یک حداد، یک کورگر در کوره کنار کوره آهنگری در اون منفخش میدمد، این نفخ ماده است. چون ذات اقدس اله مجرد است و نفخش هم مجرد است، پس این روح هم باید امر مجرد باشد. این مطلب اول. مطلب دوم این که در خلال معنا کردن این آیات، روایتی رو مرحوم امیرالاسلام در فضیلت شهادت و فضل شهدا ذکر فرمود که لابد مراجعه فرمودید، از وجود مبارک سامر الحجاج علیه السلام و علیه السلام نقل شده است که وقتی شهید یعنی مجاهد فی سبیل الله قصد می کند که از وطن حرکت بکند و همت و نیتش تثبیت شده است، چه ثوابی دارد؟ اهل بیتش رو وداع می کند، چه ثوابی دارد؟ به میدان جنگ می رود، تیر دست می گیرد و دشمن رو هدف قرار می دهد، چه ثوابی دارد؟ وقتی هم که آسیب می بیند و از مرکب مثلا می افتد یا از غیر مرکب می افتد، کیها به استقبالش می آیند؟ یه روایت بسیار جالبی است که ایشون در مجمع نقل میکنه، فضائل فراوانی برای شهید است. در اونجا و همچنین روایتی قبل دارد که ارواح شهدا در حواصل طیور خضر، یعنی چیندان مرغای سبز قرار میره. که این روایت از ابن عباس هم نقل شده است و اهل سنت هم زیاد نقل کردند. روایتی که در بحث روز قبل از امالی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه از یونس ابن زبیان خونده شد که امام ششم سلام الله علیه فرمود چه میگویند مردم درباره ارواح شهدا؟ راوی عرض کرد که میگویند ارواح را در حواصل طیور خوز قرار میدهند. حضرت فرمود ارواح شهدا پیش خدا گرامی تر از آنند که در چیندان مرغ جا بدن، بلکه حکم ارواح جداست. بعد وقتی که رحلت کردن خداوند برای اونها صورتی مثل صورت دنیایشون قرار میدهد که یأکلون و یشربون. خب حالا جمع این دو طایفه روایات چه خواهد بود؟ روایتی که از امالی مرحوم شیخ خونده شد به صورت روشن فرمود بین که امام صادق سلام الله علیه که اینا چیست که اینها میگویند، معلوم بشود اون حرفها را دیگران گفتن، نه امامیه و نه اهل بیت علیه السلام. و اگر در بعضی از روایات اهل بیت علیه السلام آمده است که ارواح شهدا در چیندان مرغ است، این به صورت تمثل خواهد بود، نظیر اون نامه معروفی که است امیر سلام الله علیه برای معاویه علیه اللعن نوشت. در اونجا مرحوم فرمود که ما اگر بخواهیم عظمت و شخصیت خانوادگی خودمون رو ذکر بکنیم سخن به درازا میکشد و چون تزکیت المرد نفسه روانیست ما در این زمینه سخن نمیگوییم و اگر مجاز بودیم خیلی حرف داشتیم برای گفتن، ولی اجمالاً اشاره میکنم ما پیغمبر تحویل دادیم شما تکذیب کردید، ما شهید دادیم به شما تضاب منا سیدت و نساء العالمین منکم حمالت الحطب، زنان ما سیده نساء العالمین زنان شما حمالت الحطب. این نام مفصل است. بعد همود به اینکه خیلی ها در جنگ کشته می شوند ولی از ما اگر کسی کشته می شود می شود سید شهدا مثل حمزه سلام الله علیه.
یا خیلی ها در میدان جنگ دست میدن، ولی از ما اگر کسی در راه خدا دست هاش داد، خداوند به او دو دست میدهد یا دو بال میدهد که با فرشتگان در بهشت پرواز میکنند. این جریان جعفر طیار سلام الله علیه است. این در نهج البلاغه در اون نامه معروف هست امیر هست که نحن سناء ربنا و الناس بعد سناء لنا. خب این که فرمود خیلی ها دوتا دستشون در جنگ ها بریده می شود، ولی از خانواده ما اگر کسی دو دستش را در راه خدا داد، خداوند دوتا بال به این هم مرحبت بوند که یتیرو به ما معل ملائکت فل جنه. این شاید بتواند شارح باشد، مفسر باشد، که اگر روایتی آمده که ارواح شهدا به صورت طیوری هستند، نه طیور جسمانی عالم ماده، بلکه همون تمثلات برزخی است، نظیر جناحی که برای فرشتگان هست. فرشتگان که نظیر کبوتر بال و پر ندارن، که اینا که اولی اجنحة مثنی و ثلاث و رباع، اینا دارای جناح هستن، یعنی جناح بهشتی که با اون عالم سازگار باشد، نه جناح مادی که به صورت پرم عالم طبیعت در بیاد. مرحوم ابن میسم در شرح نهج البلاغه در اوصاف فرشته ها بیانی که از حضرت امین سلام الله علیه آمده است، استشهاد میکند که این نشانه تجرد این فرشته هاست، برای اینکه در اون خطبه حضرت فرشته ها را که معرفی میکند، میفرماید فرشته ها اولی اجنحتن تسبحو به جلال ربهم و مانندان. فرشته ها دارای بالهایی هستند که این بالها تسبیح گوی حقن. این تسبیح تسبیح خاص است، وگرنه تسبیح عام برای همه موجودات است. ام شین دا یسبح و حمده، هم اون مرغای حرام گوشتم تسبیح گوی حقن در اون تسبیح های تکوینی. این اختصاصی به بالهای فرشته ها ندارد. که اینی که در خطبه نهج البلاغه آمده از فرشته ها دارای اجنحه‌ای هستند که تسبیح گوی حقن، ایشون می‌فرمایند یه تسبیح خاص است به نشانه بر شعور و تجرد این هاست. اگر اون تسبیح عام باشد که هر موجودی دارد و مرغ‌های حلال گوشت و حرام گوشت هم غافل از اون تسبیح نیستند. برابر این روایت یونس ابن زبیان که از امالی مرحوم شیخ خونده شد، با اون بیان هست امیر که فرمود خدا به جعفر دوتا بال داد که یتیرو به ما به جنه، شاید بتواند شاهد جمع باشد. مطلب سوم آن است که این گروهی که لا خوف علیهم ولا هم یحزنونن، یعنی راهیان شهید، قهرن خود شهید هم این چینه است، اینها متولی کارشون خداست، تحت ولایت الله هم. چون تحت ولایت الله هم خوف و حزنی ندارن، اینا جزء اولیاء الهی هم. و در آیات دیگر هم تمود الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون، یعنی معیار نفی خوف و حزن همون ولی الله بودن است. انسان اگر بخواهد خود را بیازماید که از اولیای خداست یا نه، ببیند که از گزند خوف و حزن مسون است یا نه. اگر مبتلا به خوف و حزن است، چیزی که قبلا از دست داد حالا نگران باشد، یا احتمال بدهد آینده چیزی را از دست بدهد، همکنون خائف است، این بداند که از اولیای الهی نیست. اما اگر نه، در خودش یک امنیت احساس می کند، می فرماید چیزی را که قبلا ما داد از ما گرفت مال خودش بود، چیزی را که الان داد ممکن است بعدا از ما بگیرد مال خودش است. این لکه لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم، این نشانه ولایت است. البته این همه نشانه نیست، گوشه از نشانه است. نشانه ولایت تنها نفی خوف و حزن نیست، نفی فرح دنیایی هم هست. منتها چون این مطلب درباره شهدا، درباره راهیان کوی شهید سخن از فرح دنیایی نبود، خدا این رو ذکر نکرد. وگرنه نشانه ولایت تنها لا خوف ولا حزن نیست، لا خوف ولا حزن ولا فرح. اینی که در سوره حدید فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، هم همین طور است. البته نفی خوف و حزن مستلزم نفی فرح هم هست. بیان استلزام این است که
در ولایت الهی شرط است که انسان نه نسبت به گذشته خائف باشد، اونچه که از دست داد محزون باشد، نه در آینده نسبت به آینده چیزی که از دست میدهد یا محتمل زوال است خائف باشد، نه از رسیدن فرحناک باشد. این لکه لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، میفهمد به این که ما همه اینها را در کارگاه قضا و قدر تنظیم کردیم تا شما را بیازماییم، تا شما اگر چیزی را از دست دادید متأثر نباشید، به چیزی هم به دستتون آمد خوشحال نباشید. البته لازمه نفی خوف و حزن نفی فرح هم هست. اگر کسی با به دست آوردن چیزی خوشحال شد، با از دست دادن او نگران می شود. ولی الله با به دست آوردن چیزی از امتعه دنیا خوشحال نمی شود، چون می داند این یک امتحانیست، چند روزی دست دیگران بودی، چند روزی هم به دست اوست، بعد چند روزی به دست او گرفته می شود. چیزی که به دست او آمد و او خوشحال شد دیگر خوف و حزن ندارد. چرا؟ نظیر این فرحین به ما آتاهم الله، که این دیگه از بین رفتنی نیست، این یه رزق کریمی است که خدا به اینها داد، جای فرحم هست و در کنار شکر است و مطمئن است که از بین نمی رود، چون دیگری که دسترسی به این ندارد که او را برو باید و ذات اقدس اله هم که لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، از اینها نمی گیرد. لذا مقامات معنوی که رسیدنش فرح می آورد هرگز خوف و حزن را به دنبال ندارد، چون از دست رفتنی نیست. اون که از دست رفتنی است وقتی به دست اینها رسید، اینها خوشحال نمی شود تا روز زوال غمگین باشد. این می شود ولایت الهی. لذا اگر در نوع از صور سخن از مؤمنین یا راهیان کوی شهادت یا خود شهدا یا امثال ذالک است، در جای دیگر نکتهش مشخص شد که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که ولایت این خاصیت را به همراه دارد. این هم یه مطلب بسیار خوب. اینا بین خوف و رجا به سر میبرن که مبادا از بین رود. اون خوف و رجا مطلوب است، جزء لوازم ایمان است که مبادا خدای لا کرده اون فضیلت از دست اینها برود. اینا خوف دارن، این خوف هم بسیار چیز خوبی است، و رجا هم دارن که یرجون رحمت الله، بسیار چیز خوبی است. اما این خوف دنیایی نظیر اون طوری که میترسد مالش یا فرزندش از دستش برود، این خوف در مقامات معنوی نیست. این نکته هم که سیدان استاد رضوان الله داشتن ملاحظه فرمودید که نعمت در قرآن کریم هر جا بالقول المطلق ذکر شد نعمت ولایت است. یه نعمت مادی است که یا پسوندی دارد، پیشوندی دارد. فرمود ما از نعم خودمون مثلا باران میفرستیم، از نعم خودمون آفتاب خلق کردیم، اینها نعمت‌های مقید است که مشخص است. اما اگر در آیه از آیات قرآن کلمه نعمت بدون قید، نه پسوندی نه پیشوندی، هیچی او را همراهی نکند، بدون غیر ذکر بشود، نعمت اندل اطلاق همون نعمت ولایت است که انسان در تحت سرپرستی الله قرار بگیرد. این که فرمود اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینان، اتمام نعمت، همین نعمتی که بالقول المطلق ذکر شده است، همون نعمت ولایت است. در ذیل کریمه لتسألون یومئذن عن النعیم، از وجود مبارک امام علیه السلام رسیده است که نحن النعیم، ما نعیم الهی هستیم. ذات اقدس اله مکرم تر از آن است که بندگانش را در قیامت برای این نعم جزئی مورد سوال قرار بدهد، بلکه اون نعمتی که بشر را از او سوال میکنند نعمت ولایت است. از مردم سوال میکنند که با ولایت اهل بیت چه کردی؟ چون اینها ولی الله هم، شما هم در تحت تدبیر ولی اللهی که خلیفت الله هم قرار دارید. خب این بزرگواران یعنی شهدا طلب بشارت می کنن،
خبر میگیرن از خداوند، استبشرون به نعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، که این نشاط سوم است. نشاط اولشون فرحینه بود، نشاط دومشون یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم بود، نشاط سومشون که نشاط عام است همین یستبشرون به نعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. یستبشرون به نعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین الذین استجابوا لله. این الذین رو همونطوری که تو کتاب های تفسیری مراد فرمودید، گفتن محل این کلمه از نظر اعراب یا رفع است یا جر است یا نصب. یا جر است برای اینکه بیان همون مؤمنین باشد که مضافله هست در پایان آیه قبل، و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین الذین، مؤمنینی که استجاب لله، خدا اجر اینها را ضایع نمی کند. تو این جهت محلش جر است. محلش نصب باشد بنابر این که اعنی در تقدیر باشد، ممدوح به نصب باشد. محلش رفع باشد که هو الاولاز مبتدا قرار بگیرد، للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم، اون جمله خبر باشد برای این مبتدا، خب که اختصاص نداشته باشد مؤمنین به اینها. و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، مؤمنین به قول مطلق اجری که دارن خدا ضایع نمی کند. این تمام شد. و الذین استجابوا لله و الرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم. گرچه بعضی ها احتمال دادن این مربوط به جنگ بدر صغرا باشد، ولی ظاهرا در تتمه همون جریان احد است. در جریان احد گفتن وقتی مسلمین شکست خورده بحث به ظاهر به مدینه برگشتن و ابو سفیان و سایر کافران به نظر مکه نزدیک شدن، ابو سفیان گفت که ما نزدیک بود به پیروزی نهایی برسیم و اگر کار را یک سر می کردیم در آینده از حمله مسلمین مسئول بودیم، چه بهتر که برگردیم به اینها را یک سر از بین ببریم. عده این تصمیم را امضا کردند. خبر وجود معارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید. فرمود ما هم باید مقابله کنیم و مبادا اینها دوباره خیال کنند که قدرت حمله دارند. بعد منادی از طرف حضرت ندا داد که هر کسی که در جریان جنگ دیروز، یعنی احد در دیروز بود، او فقط باید بیاید، دیگران نیاید. همین مجروحین، همین جانبازان، همین زخم خورده ها، اینا موظف شدن حرکت کنن. اینا حرکت کردن، گفتن ما آمادیم. بعضی ها نقل کردن که من و برادرم هر دو آسیب دیده بودیم، منتها زخم او بیشتر از زخم من بود. اون مقداری که مقدورش بود پیاده بیاید که می آمد، و اون مقداری که توان راه نداشت من او رو به دوش می کشیدم. دوتایی به هم رفتیم تا همراه الاسد، تقریبا 16 یا 15 کیلومتری مدینه، سمانیت امیال 8 میل. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود کیست که برود و خبر اونها را به ما برساند؟ کسی حاضر نشد مگر هست امیر سلام الله علیه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بین که برو ببین اگر اینها از اسبا پیاده شدن، سوار شتر شدن، معلوم شد قصد جنگ و برگشت ندارن، دارن میرون طرف مکه. اگر همچنان سوار اسبن، معلوم شد که شاید بخوان برگردن. و وجود مبارک از سمیر رفت و تحقیق کرد و خبر آورد که اینا سوار بر شتر شده. و عده‌ای هم نقل کردن که حرکت کردن، پیشاپیش رفتن، خودشون رو به این گروه ابو سفیان رسوندن و گفتن مسلمان ها با همه عده و عده‌ای که داشتن حرکت کردن، علیه شما دارن حمله میکنن. چه اونها که در جنگ احد بودن، چه اونها که در جنگ احد حضور نداشتن، همه با هم حرکت کردن و در تعقیب شما هستن. با این کار اونها را مرعوب کردن که نا به طرف مکه برون. علی حال خواه این قضایای جزئی سندن تام باشد یا نه، نتاق آیه این است که کسانی که زخم خورده و جانباز انقلاب بودن اینا حرکت کردن و اینها هم استجابت کردن خدا را و استجابت کردن رسول خدا را. استجابت کردن خدا را در اطاعت اون امرهای کلی
فرمان خدا را در اون امرها و نهیا اگر کسی امتثال بکند میگن اطاعت خدا کرد، استجابت کرد. استجابت رسول خدا در اون مسئله رهبری جنگ و صلح هست. اینها هم در اصل مسئله مطیع بودن و هم در کیفیت و کمیت حرکت مطیع پیغمبر بودن، لذا اینا مستجیب خدا و پیغمبر بودن. در سوره مبارکه انفال به این عده وعده حیات داد، یعنی آیه 24 سوره انفال این است که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. درباره همه مبارزین احد فرمود الذین استجابوا لله و الرسول من بعد ما اصابهم القرح، اینا با اینکه قهر و جرح دیدن معذالگ استجابت کردن، اجابت کردن سخن خدا را در اصل جهاد و سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در رهبری کیفیت و کمیت جهاد. خدا میفرماید الذین استجابوا لله و الرسول من بعد ما اصابهم القهر، که یک لسان تأکیدی است. اونگاه برای اینها للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم. بعضی از آیون بر اینن که این منهم من تبیینیه است نه تبعیزیه. اما سیدن و استاد رضوان الله علیه وفاقا لمرحوم سید شرف الدین رضوان الله علیه میفرمان این گونه از منهم من تبعیزیه است. مرحوم سید شرف الدین هم در ذیل این آیه پایانی سوره فتح فرمود به این که قرآن یا همچنین مسئله بیعت، اینهایی که در سفر به طرف مکه با پیغمبر بودن بیعت کردن، قرآن کریم که جریان بیعت اینها را نقل میکنند، وقتی میخواهد که ایمان این بیعت کننده ها صحه بگذارد، روی پاداشیابی اینها صحه بگذارد، میفرماید کسانی که با پیغمبر بیعت کردن و از اون گروه کسانی بودن که با خدا ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، فلهم اجر عظیم. یک من تبعیزیه در بین همون بیعت کننده ها به کار میبرد. اینجا هم که ایشون فرما این من تبعیزیه است، یعنی آخر سوره فتح که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همراهانش نام میبرد که وجود مبارک پیغمبر رسول الله است و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، در پایان دارد که وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرتن و اجر عظیما. این کلمه منهم نقش تبعیض دارد، یعنی همه کسانی که با پیغمبر بودن از وعده الهی برخوردار نیستن، گروهی از اونا این که اینن. در اینجا هم میفرمان به این که همه کسانی که در این جریان بعد از احد شرکت کردن همه به فوز عظیم نمیرسن، اونا که واقعا مؤمنن، مؤمن حقیقین و اهل عمل صالحن، اونها به فوز عظیم میرسن. معلوم میشه در جمع اینها کسانی بودن که یا تا آخر الامر استقامت نداشتن یا همون وقت هم در درونشون یه تیرگی بود، لذا فرمود الذین استجابوا لله و رسول بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم. نفهمد لهم اجر عظیم، این لهم اجر عظیم مال جاییست که اولش ایمان و عمل صالح آورده باشد، البته لهم اجر عظیم. اما صرف حضور در جنگ و زخمی شدن و در درون فتنه پروروندن و از این بهانه گرفتن، این را قرآن استثناء میکند. همون الذین استجابوا لله و رسول من بعد ما اصابهم القهر للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم، نه برای همه اینها. لذا این من تبعیضی نقشش دارد. سیدنا استاد رضوان الله علیه میفرماید به اینکه این از عظمت قرآن کریم است که در هیچ جا حساب از دستش بیرون نمی رود. یه وقت است که انسان میخواد از یک گروهی تعریف کند، گروهی که اکثریت اینها در راه صحیح قدم برداشتن، وقتی با اینها حرف میزند دلش نمیخواهد تبعیض قائل بشود، چون از درون همه با خبر نیست، از عاقبت امور همه با خبر نیست، و حمله بر صحت میکند، همه را به یک دید تکریم و تجلیل مینگرد. اما قرآن نه، در این حال که به شهادت، به استجابت و جنبازی بها میدهد، کسانی که حسن خاتمه ندارند
یا در درون اونها یه مسائلی فعلا هم مطرح است، همه را به عنوان یه اصل کلی بیان نمی کند. یک تبعیض قائل است، همون للذین احسنوا منهم و ابتغوا اجرا عظیما. الحمدلله رب العالمین.